نام هستی بخش جهان، خدمت خانم ها و آقایان، هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. این برنامه قسمتی از مجموع برنامه های اخبار ایران و گزارش های خاورمیانه است که به همت تلویزیون ifttv.com تهیه میشه. از شما دعوت می کنم از این وبسایت www.ifttv.com دیدن کنید و در اونجا علاوه بر دیدن برنامه های سیاسی ما، از برنامه های اقتصادی و اجتماعی هم مطلع بشید و در این حال ما را از نظرات خودتون بهره مند کنید. همطور از شما دعوت میکنم که از وبسایت دیگه گروه ما، اخبار ایران و گزارش های خاورمیانه، imenews.com دیدن کنید که در اونجا ما آخرین اخبار ایران و خاورمیانه را به دو زبان فارسی و انگلیسی و در چند بخش سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و مقاله به شما عرضه می‌کنیم و شما در اونجا از آخرین تحولات و تحلیل‌ها در مورد اوضاع کشور و خاورمیانه آگاه میشید. خب برنامه امروز بخشی از برنامه اخبار ایران و گزارش خاورمیانه است که اختصاص داره به اخبار خاورمیانه. موضوعی که می‌خوام راجع به اون با شما صحبت کنم واقعه تروریستی است که روز سه‌شنبه گذشته در پاریس اتفاق افتاد و طی اون چند تروریست مسلمان به روزنامه فکاهی شارلی ابدو در پاریس حمله کردند و 12 نفر از جمله سردبیر، چند تا کارتونیست و چند تا کارمند اونجا رو کشتن. در آخرین تحولات دو تا برادر، سعید و شریف کاوچی که به اصطلاح نقش اصلی در این جریان داشتن کشته شدن. راننده اونها که یک جوان 18 ساله بود خودش رو تسلیم کرد و یه نفر دیگه که یک پلیس رو مورد سوء قصد قرار داده بود اون هم کشته شد و همین الان پلیس به دنبال همسر اون کسی است که پلیس سوء قصد کرده بود. به همین دلیل تظاهرات بزرگی از جمله امروز روز شنبه 10 ژانویه که این برنامه رو ضبط می‌کنیم در فرانسه برگزار شد که در اون صدها هزار نفر مردم شرکت کردند و همدردی‌های زیادی با این روزنامه و مجله فکاهی انجام شد و شعارهای خیلی زیادی هم در این رابطه داده شد. ظاهرا این دو نفر وقتی که اون به اصطلاح 12 نفر رو می‌کشتن، البته هر 12 نفر 10 نفرشون در روزنامه کار می‌کردن، دو تاشون پلیس بودن. اون 10 نفر رو می‌کشتن، گفته بودن که ما انتقام پیامبر رو گرفتیم به دلیل اینکه این روزنامه با کارتونای خودش به پیامبر توهین کرده بود. خب اجازه بدید که قبل از اینکه به تحلیل این موضوع و رابطه اون با وقایع خاورمیانه بپردازم، نظر شخصی خودم راجع به این موضوع بگم. اولا بنده به عنوان یک مسلمان معتقدم که به هیچ عنوان نباید اعتنایی به احیانا توهینایی که توسط کارتونیستا چه به پیامبر، چه به مذاهب دیگه و کسای دیگه هست انجام داد. من خودم شخصا هیچ اعتنایی به این موضوع نمی کنم. از نظر من اون به اصطلاح آموزش قرآنی در اینجا مبنا هست. خداوند در سوره احزاب آیه 45 به پیامبر می فرماین که اونهایی که تو رو ناراحت می کنن و اونهایی که به تو توهین می کنن، تو به اونها اعتنایی نکن و تو برای کاری دیگه اومدی و تو به اون کار اصلیت بپرداز، به اینها هیچ گونه اعتنایی نکن. در این حال قرآن و پیامبر هیچ گونه مجازاتی رو برای کسانی که به قرآن و پیامبر توهین کردن قرار نداده. خداوند خودش در قرآن اونهایی که به پیامبر توهین کرده رو گفته که اینها وقتی که از دنیا رفتن مجازات اخروی خواهند داشت، نه مجازات دنیا. خود پیامبر وقتی که مکه رو فتح کرد، بسیار از کسانی که در مکه قبل از که ایشون به مدینه مهاجرت کنه بهشون توهین کرده رو همه رو بخشید. خود پیامبر قاتل حمزه عموی خودش رو بخشید. از نظر من اینها مدل هستند. بنابراین هیچ گونه اعتنایی نباید به این گونه توهین ها کرد. در این حال از نظر من دینی که من بهش معتقدم، یعنی اسلام، و پیامبری که من بهش معتقدم، یعنی حضرت محمد، بسیار بسیار با عظمت‌تر و با رحمت‌تر و بهتر از این هستن که با چند تا کارتون بهشون توهین بشه یا مسائل دیگه از این قبیل. ولی در این حال هم اینو میدونم که همه مثل من نیستن.
ما در دنیا حدود 1,600,000,000 مسلمان داریم، تعداد زیادی از این مسلمان ها تحصیلات کسایی مثل من رو ندارن، دنیا دیگه ای که مثل من رو ندارن، و بنابراین نسبت به این گونه مسائل حساس هستن. و بنابراین با وجودی که بنده به آزادی کامل معتقدم، در این حال معتقدم که این آزادی نباید از سوء استفاده بشه. خب این مسائل همگی وجود داشته و وجود دارن. اجازه بدید که چند تا نمونه از کارتون هایی که این شارلی ابدو منتشر کرده بود و براتون بگم. به عنوان مثال در سال 2012 ایشون کارتونی از پیامبر منتشر کرده بودن که ایشون لخت کامل بود و در یک به اصطلاح پوزیشن سکچوال قرار داشتن. ایشون کارتونی که روزنامه دانمارکی در سال 2006 منتشر کرده بود، این روزنامه کارتونی که روزنامه دانمارکی در سال 2006 منتشر کرده بود و بسیار سرسر را انداخت و شارلی ابدو دوباره منتشر کرد. حتی در سال 2011 وقتی که توسط اسلامی های تندرو این روزنامه چیز شد، تهدید شد، اسم هفته نامه خودش رو به شریا ابدو عوض کرد که در واقع اون شریا ابدو داشت سعی میکرد که اون کلمه شریعت رو که به اصطلاح قوانین اسلامی هست رو تقلید کنه و برای خنده گفتش که سردبیر اصلی روزنامه خود پیامبر هست. البته این روزنامه فقط از اسلام انتقاد نمیکرد، همینجا اینو باید ذکر کنم، این روزنامه از دینهای دیگه هم انتقاد میکرد. کارتونی داشت این روزنامه که در اون دستمال توالت یکیش روش نوشته بود اسلام، یکیش رو نوشته بود ببخشید، یکیش رو نوشته بود قرآن، یکیش رو نوشته بود تورات و یکی دیگر نوشته بود انجیل، و در واقع معنی این بود که تمام دینها باید در توالت باشن. در یک کارتون دیگه پیامبر رو، عکس پیامبر اسلام رو کشیده بودن که داشت گریه میکرد و نوشته بود که این بسیار دردناکه که ما رو احمق‌ها دوست داشته باشن، که معنیش این بود که مسلمان‌هایی که پیامبر رو دوست دارن احمق هستن. خب همه این مسائل بود، ولی در این حال هم تو که عرض کردم بنده به عنوان یک مسلمان معتقد معتقدم که به این چیزا نباید اعتنایی کرد. عظمت دین من و عظمت پیامبر من بسیار بسیار بالاتر از اینه که تحت تاثیر اینجور چیزها قرار بگیره. ولی در این حال همونطور که عرض کردم بازم معتقدم که توده های مسلمان، همه که مثل من و امثال من که نیستن، که توده های مسلمان از سطح آگاهی کمتری برخوردار هستن. بخش عظیمی از این توده های مسلمان از لحاظ اقتصادی بسیار فقیر هستن و بنابراین مهمترین چیزی که در دنیا واسهشون وجود داره همون اعتقادشونه که به دین و پیامبر خودشون دارن. اگه شما قرار بشه که به دین و پیامبر اونها توهین کنی، در واقع مهمترین چیزی که اونا در دنیا رو دارن که همون اعتقادات شما شده سعی کردی از اونها بگیری. خب به هر حال همه این مسائل هست. خب البته وقتی که این حادثه تروریستی اتفاق افتاد همه محکوم کردن. در خود ایران 180 نفر روزنامه‌نگار، هم اونایی که داخل ایران بودن و هم خارج از ایران بودن، امضا کردن و اعلام همدردی و همبستگی با شارلی ابدو کردن. در ایران بخشی از روزنامه‌نگارا سعی کردن مراسمی رو در جلوی سفارت فرانسه برگزار کنن ولی پلیس مانع از برگزاری اون مراسم شد. در وبسایت‌ها، فیسبوک‌ها، توییتر اکانت‌ها و چیزهای دیگه ده‌ها هزار نفر برشن نوشتن که من شارلی هستم، یعنی احساس همدردی با شارلی می‌کردن و مسائلی از این. خب حالا چیزی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که به این واقعه تروریستی نمیشه به صورت ایزوله نگاه کرد. این واقعه تروریستی بخشی از آنچه که هم در غرب و هم در خاورمیانه میگذره هست و ما نمیتونیم آنچه که در فرانسه اتفاق افتاده رو از آنچه که غرب در خاورمیانه انجام میده جدا کنیم. چرا این حرف رو میزنم؟ اولا این دو برادر که نقش اصلی رو در این واقعه تروریستی داشتن، ببخشید واقعه تروریستی داشتن، اینطور که روزنامه های فرانسوی و روزنامه های غربی گزارش دادن، از زمانی که آمریکا به عراق در سال 2003 هجوم برد از دخالت غرب در خاورمیانه بسیار خشمگین بودن.
و تحت تاثیر یک روحانی که در فرانسه بود میخواستن که به عراق برن و در اونجا بجنگن. حتی گزارش بود که یکی از دو برادر به عراق هم رفته بوده و در اونجا جنگیده بوده. در این حال اینها ظاهرا دو برادر به سوریه هم رفته بودن. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داد که اینها به سوریه هم رفته بودن و در اونجا هم جنگیده بودن و به فرانسه برگشته بودن. از تقریبا دو سال پیش مقامات غربی همیشه از این موضوع ابراز نگرانی میکردن که مسلمان های کشور خودشون به خاورمیانه برن و در جنگ عراق و در جنگ لیبی و سوریه و جاهای دیگه و یمن حتی شرکت کنن. و بعد وقتی که اینها رادیکالیزه شدن و تعلیمات نظامی هم گرفتن برگردن به کشورهای خودشون در اروپا و از اون تعلیماتی گرفته بودن بر علیه کشوری که در اونجا به دنیا آمده بودن و در اونجا زندگی میکردن استفاده کنن. بنابراین این نگرانی از قبل بود. نه تنها این نگرانی از قبل بود، بلکه این به خوبی نشون میده که مقامات غربی هم خودشون میدونستن که سیاست غرب در مورد خاورمیانه مسائلی هم برای خودشون در کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی ایجاد خواهد کرد. یعنی این انتظار عوضی خواهد بود که ما فکر کنیم که به عنوان مثال فرانسه و انگلیس و آلمان و کشورهای دیگه اروپای غربی به شورشیان سوریه کمک میکنن، اونها رو مسلح میکنن، اونها رو در ارتباط با دولت آقای بشار الاسد مسلح میکنن و بهشون کمک میدن و بعد از درون این نیروها به عنوان مثال گروه داعش دوباره بالا میاد، دوباره زنده میشه، دوباره قوی میشه، به عراق میره، مسائل در عراق شروع میکنه، جنگ رو در عراق شروع میکنه و همه اینها با وجود همه اینها غرب در این مورد کاملا ایزوله خواهد بود. یعنی اینها هر کاری که بخوان میتونن بکنن و انتظار هیچ واکنشی هم نداشته باشن. وقتی میگم انتظار هیچ واکنشی نداشته باشن معنیش این نیست که من از این کارا حمایت میکنم، معنیش اینه که این به قول آمریکایی‌ها کامن سنسه. وقتی شما اینجوری به در خاورمیانه دخالت میکنید باید انتظار یک به اصطلاح واکنش که به اصطلاح گستردگی اون به اروپا و حتی آمریکا هم برسه رو داشته باشید. چطور میشه انتظار داشت که به عنوان مثال غرب از گروه های اسلامی تندرو در لیبی حمایت کنه، پیمان ناتو در لیبی وارد جنگ بشه، حکومت سکولار ولی دیکتاتوری آقای معمر قذافی در لیبی رو سرنگون کنه، حکومتی که علارغم دیکتاتوری بودن دو خصوصیت داشت. یکی این بود که رژیم آقای قذافی به شدت مخالف گروه های رادیکال اسلامی بود و درنچه از این لحاظ با غرب متحد بود و یکی این که این حکومت سکولار دیکتاتور دستاوردهای عظیمی در رابطه با بهبود زندگی اقتصادی مردم و سطح آموزشی و سطح بهداشتی مردم لیبی داشت و در واقع یک مدل بود برای کل آفریقا. خب این حکومت با کمک پیمان ناتو و بمباران ناتو و حمایت پیمان ناتو از نیروهای تندروی اسلامی در لیبی سرنگون شد. وقتی که جنگ در لیبی شروع شد گروه القاعده در عراق که به دلیل حمله آمریکا به عراق به وجود اومده بود به لیبی نقل مکان کرد و در اونجا هم نقش مهمی در جنگ داخل لیبی اجرا کرد. حالا هم لیبی در واقع به عنوان یک کشور عملا فقط روی کاغذ وجود داره. این کشور در جنگ داخلی به سر میبره، عملا به چند ناحیه تقسیم شده، شرقش که در اونجا میدانهای نفتی هم قرار دارن دست تندروهاست، حتی به بندرهای نفتی حمله میکنن، حتی به تانکرهای نفتی حمله میکنن، کودتایی در اونجا توسط جنرال هفتر انجام شده که این کودتا ظاهرا قرار بوده که مثل کودتای مصر لیبی رو از شر گروه های اسلامی رها کنه ولی تا حال نتونستن و سازمان ملل هم هشدار داده که اگر این وضع در لیبی ادامه پیدا کنه روز به روز بدتر میشه و به بقیه جاهای آفریقا هم سرایت میکنه. در این حال منابع اطلاعاتی غرب، مقامات اطلاعاتی غرب خودشون الان اذعان دارن که لیبی تبدیل شده به یک کشوری که مرکز توزیع اسلحه از اونجا به خاورمیانه و کشورهای ساحل، یعنی کشورهایی که در شمال آفریقا در ساحل دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس در غرب قرار دارن تبدیل شده. یعنی تمام اون اسلحه هایی که هم پیمان ناتو در اختیار تندروهای اسلامی در لیبی قرار داد و هم ارتش لیبی داشت که اونا توسط نیروهای تندروی لیبی غارت شدن، همین اسلحه داره پخش میشه. در واقع القاعده در عراق که در سوریه مشغول جنگ با دولت بشار الاسد شد اول توسط وقایع لیبی دوباره زنده شد، چون القاعده در عراق در جنگ عراق به مقدار زیادی
شکست خورده بود به دلیل جنگ با نیروهای آمریکا و به دلیل مخالفت بیشتر مردم عراق با اونها، ولی به دلیل جنگ لیبی دوباره زنده شد. نه تنها زنده شد، بلکه منابع اطلاعاتی غرب خودشون میگن که در اونجا با انواع اقسام تاکتیکایی که نیروهای اطلاعاتی غرب مثل سازمان سیای و اینها به این نیروهای تندرو میدادن تا بتونن با ارتش لیبی به رهبری محمد قذافی مقابله کنن، اونها هم یاد گرفتن، از اونها هم بهره مند شدن و بعد به سوریه رفتن. خب در سوریه هم همونطور که آقای جو بایدن معاون آقای اوباما در ماه اکتبر در یک صحبتی که در دانشگاه هاروارد با دانشجو داشتن، جنگ داخلی سوریه که در واقع جنگ بود بین رژیم دیکتاتوری سکولار آقای بشار الاسد و نیروهای دموکراتیک و نسبتاً معتدل سوریه که خواهان به اصطلاح گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی بودند، ولی به دلیل واکنش دولت آقای بشار الاسد که برای اونها آتش گشود و صدها نفر از اونها رو کشت، به یک جنگ داخلی تبدیل شد، تبدیل به جنگ شیعه و سنی شد. این صحبتی بود آقای بشار الاسد، میخوام آقای جو بایدن در صحبتی در دانشگاه هاروارد کرد و در همون صحبت گفتش که متحدان ما یعنی عربستان، قطر، امارات، کویت و همینطور ترکیه حاضر بودن که برای اینکه دولت آقای بشار الاسد رو سرنگون کنن و هر کسی که حاضر بود که با اینها بجنگه اسلحه بدن، پول بدن و آموزش بدن. و بعد هم ایشون گفتش که منتها اتفاقی افتاد این بود که تنها کسانی که با دولت آقای بشار الاسد در اون موقع میجنگیدن و هنوزم میجنگن همین گروه داعش، همین گروه شاخه القاعده در سوریه یعنی جبهه نصرت و گروه های تروریستی دیگه. یعنی در واقع متحدین آمریکا در اونجا عملا از نیروهای تروریستی که حالا افرادشون در پاریس رفتن و این جنایت وحشتناک رو انجام دادن حمایت کردن و به اینها آموزش دادن. و من هم توی می‌بینید این وقایع با همدیگه بدون ارتباط نیست. درسته که حمله بر شارلی ابدو، حمله بر آزادی مطبوعاته، ولی این فقط به قول آمریکایی‌ها سیمپتوم جریانه، یعنی این چیزی که شما می‌بینید. باید به ریشه قضیه پرداخت. ریشه قضیه وقایعی است که در خاورمیانه در اتفاق افتادنه. ریشه قضیه سیاست غرب در مورد خاورمیانه است. سیاستی که در عرض 30 سال گذشته در خاورمیانه به جز جنگ و خونریزی فایده دیگه ای نداشته، ولی هنوز که هنوز با همه این اوضاع غرب از این شکست ها و از این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده درس لازم رو نگرفته و هنوز این وقایع دوباره تکرار میشن و واضحه که به هر حال در یک زمانی اون به اصطلاح جنگ در خاورمیانه محدود نمیشه و عملیات تروریستی به جاهای دیگه دنیا هم منتقل میشه. خب اجازه بدید که یکی دو دقیقه مکس کنیم و بعد دوباره برمیگردم این بحث رو با شما ادامه میدم. با ما باشید. دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم. قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com. خب اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم در مورد حمله به مجله فکاهی شارلی ابدو در فرانسه و همونطور که عرض کردم در این حال که این عمل باید محکوم بشه، در این حال که آزادی مطبوعات باید حفظ بشه و در این حال که هیچ انسانی موافق این نیستش که کسانی که حتی به دین و مذهبشون توهین کرده بشن کشته بشن، در این حال هم تو که عرض کردم این فقط ظاهر جریانه. واقعیت جریان، ریشه جریان برمیگرده به وقایعی که در خاورمیانه اتفاق افتاده. این رو همونطور که عرض کردم مقامات اروپایی میدونستن که چون اروپا در وقایع خاورمیانه دخالت کرده، چون اروپا از گروه های تندرو در سوریه بر علیه رژیم آقای بشار الاسد حمایت کرده، چون اروپا در وقایع لیبی شرکت کرده، به بمباران لیبی پرداخته، نیروهای اطلاعاتی به تعلیم نیروهای تندرو در لیبی پرداختن، واضحه که این نیروها که با غرب همکاری کردن و تعلیم گرفتن و مسلح شدن در یه زمانی ممکنه به خود اروپا هم حمله کنن. چرا؟ این برمیگرده به دلیل دوم این جریان در فرانسه به خصوص
در رابطه با حمله به شارلی ابدو و اون تبعیضی که در مورد مسلمان‌ها در سراسر اروپا وجود داره. واقعیت اینه که در سراسر اروپا مسلمان‌ها که جمعیت قابل ملاحظه‌ای هم هستن بهشون تبعیض زیادی میشه. در همین فرانسه که ما حدود 5.5 تا 6 میلیون مسلمان داریم که میشه حدود 10% جمعیت فرانسه، تبعیض‌های زیادی در فرانسه نسبت به مسلمان‌ها وجود داره. رقم بیکاری بین مسلمان‌ها در فرانسه بر طبق آمار خود دولت فرانسه 2 برابر رقم بیکاری در بین بقیه جمعیت فرانسه است. در آلمان جنبش ضد مهاجر و جنبش ضد که بیشتر اونها از کشورهای اسلامی و خاورمیانه هستند بسیار قوی هست. با وجودی که آلمان به نیروی کار احتیاج داره و مجبوره که نیروی کار رو وارد کنه و با وجودی که خانم انگلا مرکل نخست وزیر آلمان موضع خیلی محکمی در برای این موضوع گرفته در برای کسانی که به مهاجرا اعتراض میکنن، ولی یکی از احزاب راستگرا و نئوناتسی همین چند روز پیش تونست یک تظاهرات چند ده هزار نفری در قسمت شرقی آلمان بر ضد مهاجران برگزار کنه. حتی در سوئد که یکی از مترقی ترین و پیشرفته ترین کشورهای اروپا هست و همیشه درهای بازی داشته و همیشه به مهاجران کمک کرده و همیشه واقعا یک مدل خیلی خوب برای رفتار انسانی با مهاجرا بوده، درست قبل از حمله شارلی ابدو به چند مسجد در سوئد حمله شده بوده و اونها رو به آتش کشیده شده. در خود فرانسه بعد از حمله به شارلی ابدو به چند مسجد حمله شده بود و بعد دست کم یکیش رو به آتش کشیده بودن. در انتخابات پارلمان اروپا که چندی پیش برگزار شد احزاب راستگرا مقدار زیادی رأی بردن. در خود فرانسه جبهه نشنال فرانت یا جبهه ملی که راستگرا است به خانم به رهبری خانم اسمش یادم برفت خانم ملی لپن موضع خیلی شدید بر علیه مهاجران داره. خب همه اینها یک شرایط علاوه بر وضعیت بد اقتصادی و علاوه بر تبعیض‌هایی که بر علیه مسلمان‌ها و دیگر مهاجران انجام میشه یک حالت ناامیدی در اینها به وجود میاره. یعنی به نظر من انسان‌ها میتونن فقیر باشن، انسان‌ها میتونن وضعشون خیلی خوب نباشه، ولی تا زمانی که انسان‌ها امید دارن که وضعشون در آینده بهتر بشه اگر سخت کار کنن، اگر نهایت سعیشون رو بکنن، خب این انسان‌ها به زندگی مسالمت و آمیز خودشون ادامه میدن. ولی اگر اینها از آینده ناامید بشن، یعنی نه تنها وضع کنونیشون هیچ گونه امیدی براشون نیست، بلکه اینها حتی امید هم ندارن که در آینده وضعشون بهتر بشه، خب اون موقع تندروها که تعلیمات رحمانی اسلام رو تعبیر غلط میکنن و مرتب به در گوش جوانهای مسلمان میخونن که چیکار باید کرد، اون موقع ممکنه اینو تاثیر پذیر بشه. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که زمینه اصلی اینجور فعالیت ها سیاست های غرب چه در داخل خود کشورهای غربی و چه در خاورمیانه است. اگر این سیاست ها ادامه پیدا کنن باید انتظار یک چنین چیزهایی هم داشت. اینها چیزهایی نیستن که به سادگی از بین برن. تا زمانی که تبعیض در مورد مسلمان‌ها در کشورهای اروپایی ادامه داره، تا زمانی که از لحاظ اقتصادی مسلمان‌ها در کشورهای اروپایی که در اونجا زندگی میکنن، به خصوص در فرانسه، چون فرانسه الجزایر رو اصلا بخشی از خودش میدونست، الجزایر بخشی از فرانسه بود، مراکش بود و کشورهای دیگه، و این تعداد فرانسویایی که عرب الاصل هستن در فرانسه کم نیستن و همونطور که عرض کردم 10% جمعیت فرانسه که رقم خیلی بسیار مهمیه مسلمان هستن. در این حال شایع هم بود که یک مثل که کتابی نوشته شده که شرح میداد که در سال 2024 رئیس جمهور فرانسه یه مسلمان خواهد بود و کارهایی که مسلمان ممکنه میکنه چه چیزایی خواهد بود. خب و ظاهرا شایعاتی که در این مورد این بود که این کتاب که ظاهرا هنوز منتشر هم نشده توهین‌های زیادی در این مورد به مسلمان ها کرده. خب وقتی همه اینها رو بغل هم میذارید، اون وقت اینه که یک واقعه تروریستی اینجوری اتفاق بیفته و اینطور که این جریان اینجوری خودشون نشون بدن زیاد نباید جای تعجب داشته باشه.
زمینه این کارها رو بازم خدمت شما عرض میکنم و تاکید میکنم باید به زمینه اینها نگاه کرد، باید به ریشه این قضیه نگاه کرد. ریشه این قضیه اولا سیاست غرب در خاورمیانه است، ثانیا تبعیضیه که در کشورهای اروپایی نسبت به مسلمان‌ها وجود داشته، وجود داره، و این به سر زمینه و این ریشه اون وقت میدان مناسبی میده به تندروهای اسلامی، اونهایی که در گوش جوانهای اسلامی میخونن که این کارو باید کرد و اون کارو باید کرد. اگر این زمینه از بین بره، اون تندروها هر چقدرم که موعظه کنن، هر چقدرم که تعلیمات و آموزش‌های قرآنی و سنت پیامبر رو که از نظر من رحمانی و با عطوفت کامل و مسالمت آمیز هست تعبیرهای غلط بکنن و تعبیرهای تند بدن و از قرآن نه تنها به عنوان یک کتاب آسمانی بلکه به عنوان یک مانیفست برای خشونت و خونریزی استفاده کنن، باز هم صداشون به جایی نخواهد رسید، برای اینکه اونهایی که اینا رو میشنون عملا در زندگی خودشون میبینن که اینا درست نیست. ولی تا موقعی که این زمینه وجود داره، خب اونهایی که این موعظه ها رو میکنن میتونن امیدوار باشن که ممکنه بتونن یه عده رو خودشون جمع کنن. حالا بذارید در پایان به یه نکته دیگه هم اشاره کنم. همونطور که در قسمت اول برنامه خدمت شما عرض کردم، یکی از طرقی که مردم در عرض چند روز گذشته نسبت به حمله به شارلی ابدو ابراز همدردی کردن این بود که در توییترهای خودشون، در فیسبوکهای خودشون، در مقالات و در جای دیگه گفتن که من شارلی هستم، یعنی من هم چیز هستم، من هم به اصطلاح همدردی میکنم. اجازه بدید این رو در مورد خودم بگم. اولا بنده به هیچ عنوان احساس این نمیکنم که بگم من شارلی هستم. اگر قرار باشه که من چنین همدردی بکنم، میگم که من احمد مرابط هستم. آقای احمد مرابط چه کسی هست؟ آقای احمد مرابط یکی از تو پلیس فرانسوی بود که در واقعی حمله تروریستی به شارلی ابدو کشته شد. آقای احمد مرابط یه مسلمون بود و از به اصطلاح کارمندان، کارتونیستا و سردبیر شارلی ابدو در برابر تروریستا دفاع کرد و در واقع کاری که کرد این بود که از حق شارلی ابدو برای مسخره کردن و توهین کردن به پیامبر خودش و دین خودش دفاع کرد و به خاطر این جون خودش را از دست داد. بنابراین اگر من احساس همدردی رو خواهم بکنم در این حال که حمله به شارلی ابدو رو محکوم میکنم، اگر بخوام بگم من این هستم یا من اون هستم، خواهم گفت که من احمد مرابط هستم و افتخار میکنم که احمد مرابط یک پلیس مسلمان فرانسوی از حق روزنامه یا مجله‌ای که میخواست به پیامبر و دین خود اون شخص توهین کنه دفاع کرد و در راه این دفاع کشته شد. ولی خب در اینها بذارید این چند نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنم. در طول مدت جنگ آمریکا در عراق، گزارش‌های روزانه‌ای که به آقای بوش رئیس جمهور آمریکا در موقع میدادند در مورد اوضاع جنگ در عراق با یک آیه از انجیل شروع میشد. یعنی در واقع اون جنگ حالت جنگ مسیحی پیدا کرده بود که دونالد رامسفیلد و آقای بوش در عراق برگزار کرده بودند. در عراق از دهه 90 تا به حال 1990 تا به حال دست کم 1 میلیون عراقی کشته شدند. ولی من تا به حال هیچ کس ندیدم که در غرب بگه من یک عراقی هستم. در سال 2011 یک دانمارکی راستگرا به مهاجران مقیم دانمارک حمله کرد و 76 نفر از اونها رو کشت. ولی من هیچ در هیچ جایی ندیدم در غرب که بگن من یک مهاجر مقیم دانمارک هستم. در سال 1988 هواپیمای مسافری ایران بر فراز خلیج فارس توسط نیروی دریای آمریکا سرنگون شد و 290 نفر مسافری که تعدادی از اونها پیرمرد و پیرزن و بچه بودن کشته شدند. هیچ کس نگفت من یه ایرانی هستم. در تابستان گذشته اسرائیل به غزه حمله کرد و دست کم 340 بچه فلسطینی در نوار غزه کشته شد. هیچ کس نگفت من یک بچه فلسطینی هستم. بنابراین همونطور که می‌بینید حتی در این مورد هم تبعیض وجود داره. ظاهرا خونه یه عده رنگین‌تر از خونه یه عده دیگه است. همدردی با شارلی ابدو زیاده، ولی همدردی با کشتار و وقایعی که در مورد مسلمان‌ها و مردم خاورمیانه و حتی مهاجران غیر مسلمان در اروپا اتفاق می‌افته، دست کم در این سطحی که ما در مورد شارلی ابدو دیدیم وجود نداره و خود این برمیگرده به همون تبعیضی که خدمت شما عرض کردم. این تبعیض در کشورهای اروپایی وجود داره، در آمریکا هم وجود داره، ولی به نظر من در آمریکا کمتر از کشورهای اروپایی، چون اوضاع اقتصادی کشورهای اروپا سال‌هاست که خیلی بد بوده و
به طور طبیعی مردم کشورهای اروپایی مهاجرین رو یکی از مقصرین اصلی میدونن، که چون فکر میکنن که کارهایی که اینا میتونستن انجام بدن اینا از دست اینا گرفتن. به هر حال همونطور که میبینید حتی در این مورد هم تبعیض وجود داره و ما تا موقعی که به ریشه های اصلی این موضوع و اون زمینه ای که در برای به وجود دادن این حوادث تروریستی وجود داره نپردازیم، نباید انتظار داشته که این حملات تروریستی که باید به شدت محکوم بشه و باید به شدت از طرف همه مسلمان ها رد بشه، همونطور که عرض کردم قرآن صریحا به پیامبر میگه که اونهایی که به تو توهین کردن رو اعتنایی بهشون نکن و قرآن هیچ گونه مجازاتی برای توهین پیامبر نداشته، برای همه اینها باید رد بشه، همه این گونه محکوم بشه و رد بشه و همونطور گفته بشه که این برخلاف اصول قرآنیه. ولی در این حال باید این نکته رو دوباره تاکید می‌کنم در نظر داشته باشیم که تا زمینه این موضوع، تا ریشه‌های اصل این موضوع بهش پرداخته نشه و تا زمانی که سیاست‌های غرب در مورد کشورهای اسلامی به این صورتی که از ادامه پیدا کنه، انتظاری که این گونه حملات تروریستی از بین برن انتظار بزرگ و عبثیه. این گونه حملات تروریستی از بین نخواهند رفت. خب از اینکه وقتی از این قیمت خودتون به تماشای این برنامه اختصاص دادید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که از وبسایت iftv.com و همینطور اخبار ایران و گزارش خاورمیانه imnews.com دیدن کنید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما خواهم بود، امیدوارم روز و روزگار بر شما شیرین و خوش بشه. سپاسگزارم.